شما همچنان بیننده برنامه عصر عریوا از شبکه جانی اصلاح هستین. مهمان بعدی برنامه ما آقای عبدالله فیضی روانشناس بالینی هستند و میخواییم که با ایشان در ارتباط به مهارت‌های دوستیابی صحبت بکنیم. یقیناً که دوست در زندگی هر انسان نقش بسیار اساسی داره و هر کدام ما باید تلاش بکنیم که دوستان واقعی و خوبی در زندگی انتخاب بکنیم، به خاطر که دوست خوب نعمت هست. بحث خوبی است، انشاءالله که این موضوع رو هم با ما دنبال کنید. بسیار خوش آمدین آقای فیضی، وقت شما بخیر. سلامت باشین، زنده باشین. سلام درود بر شما، بر بیننده های خوبه تلویزیون جان اسلام. امیدوارم هر جایی که هستن خوب خوش باشن. ممنون، بازم بسیار خوش آمدید. هر برنامه وقتی که ما با توکل خداوند و با لبخند آغاز بکنیم، واقعا انسان قوت میگیره، انرژی میگیره و خداوند توفیق بده که ما بتانیم هر کاری با این دو مؤلفه مهم آغاز بکنیم. بحث خوبی با شما داریم در مورد مهارت دوستیابی. موضوع بسیار مهمی هست و دوست از عناصر مهم زندگی هر انسان هست و یقینا هر کدام ما به دوست نیاز داریم. البته وقت ما دوست میگیم دیگه همون دوست خوب، هرچند که شاید در زندگی هر یک از ما دوستان بعدی هم باشن. حالا به عنوان اولین پرسش میخواییم که دیدگاه کلی شما رو داشته باشیم در مورد مهارت دوستیابی و اهمیت از اون. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. مهارت دوستیابی در حقیقت راز بقای انسانهایه و نیاز اجتماعی و نزدیک شدن افراد یک جامعه به هم دیگره. خود مهارت دوستیابی در حقیقت یکی از جمله مهارتهایی خیلی مهم در زندگی هر فرده که انسان بدون مهارت دوستیابی در حقیقت به راهی که باید بره نمیره. لا. چون وقتی این مهارت رو ما نداشته باشیم، در حقیقت ما دوستی که باید در زندگی انتخاب بکنین و دوست در انتخاب نمیتونیم بکنیم. بنابراین مهارت دوستیابی از جمله مهارت هایی که انسان رو همیشه کمک میکنه تا که موفق تر باشه، بهتر باشه، در جامعه بتونه یک نقش خیلی مهمتر رو ایفا بکنه و بتونه در جامعه مورد احترام، تکریم و تمجید دیگرا قرار بگیره. پس خود مهارت دوستیابی در حقیقت انسان سازه، انسان میسازه و هر فرد جامعه در زندگی باید که این مهارت رو یاد داشته باشه تا اینکه بفهمه و بتونه دوست مناسب و دوست خوب برای خود انتخاب بکنه و از دوستای بد دور باشه. مهم همی هست که هر انسان همی مهارت رو داشته باشه. خیلی وقتا اتفاق میفته که افراد ناخواسته دوستان را انتخاب میکنن که متاسفانه اونا دوستان خوبی نیستن و نقش سازنده در زندگی او فرد ندارن. ولی اگر مهارت دوستیابی وجود داشته باشه، به قول شما فرد میتونه که با استفاده از این مهارت ها راحت دوست خوب را انتخاب بکنه و همون قسم که گفته شد، یقینا دوست خوب خیلی خوب هست در زندگی و میتونه که یک نعمت بسیار بزرگ باشه. بحث بعدی که به آقای فیضی مطرح هست که مطمئنا وجود داره، بحث انواع دوست هست. مطمئنا که انواع مختلف از دوستی ها وجود داره، حالا دوست خوب، دوست بد و شاید انواع دیگه هم وجود داشته باشه. من مطمئن هستم که شما آمادگی دارین در این مورد صحبت بکنید. ممنون. در قسمت پیشتی که اشاره بکنیم به انواع دوست که ما چند نوع دوست داریم، بهتره که اشاره در ابتدا بکنیم به این که انواع دوستی ها را ما بیاییم یک نگاهی بکنیم. اگر از منظر دین مبین اسلام ما نگاه بکنیم و از منظر اسلامی، در کل دوستا در سه گروه تقسیم میشن. ما سه نوع دوست داریم از دیدگاه اسلام که دوست واجبه، دوستی واجبه، دوستی مستحبه و دوستی حرامه. دوستی واجب دوستی فرد با خدا و پیامبره، همگونه که حدیث شریف هست و مفهوم حدیث شریف که ما مسلمان کامل نیم تا زمانی که پیامبر از تمام آنچه که در زندگی داریم بیشتر دوست
نداشته باشیم. بنابراین اولین نوع دوستی، دوستی با خدا و پیامبره که هر فرد در زندگی مکلفه که این او دوستی را داشته باشه و خدا و پیامبر را دوست داشته باشه، بیشتر از خود و بیشتر هر از هر آنچه که در زندگی برای ارزش داره. و دومین دوستی، دوستی مستحبه که معمولا دوستی هایی که ما و شما در اجتماع معمولا تشکیل میدیم با افراد جامعه، افراد مختلف جامعه، با معلم، با پدر و مادر، با برادر، با همسایه، با کسایی که ما با اونو به ارتباطیم در پوهنتون، در مکتب، این دوستی هایی که ما در پوهنتون و مکتب و در اجتماع اونا رو ما محکم میکنیم، اینا دوستی های مستحبی هستند که از دید مبین اسلام ما میتونیم که با افراد جامعه، با کسایی که ما با اونا در ارتباط هستیم دوستی رو به وجود بیاریم و پیوند دوستی رو بسته بکنیم. و همچنان ما یک دوستی دیگه داریم به نام دوستی حرام که دقیقاً با این دوستی بسیار یک دوستی خطرناکه، یعنی با کسای دوستی کردن که دشمن خدا هست. کسی که دشمن خدای ما با او دوستی بکنه در حقیقت دوستی حرامه، دوستی با شیطان، دوستی با کسایی که فاسقن، فاجرن، دوستی با کسایی که اونا از دین بیرون هستن، با کسایی هستن که اونا همیشه به دین میخوان صدمه بزنن، میخوان به پی بدنامی دین و پی بدنامی اسلام هستن. اگر ما با اینا دوستی بکنیم در حقیقت این دوستی حرام میگن. و به صورت کلی اگر نگاه بکنین، ما دو نوع دوست داریم که دوست خوبه و همچنان دوست بده، که خود دوست خوب و دوست بد هر کدام دارای ویژگی هایی هستن که اگر ما اشاره به ویژگی های دوستای خوب بکنیم و ویژگی های دوست بد بکنیم، میتونیم بر این ویژگی های دوست خوب و به این مثال ها واضح بسازیم که دوست خوب در حقیقت مثل عطره. همین گونه که ما عطر استعمال میکنیم و خوشبو میشیم، کسایی که در اطراف ما هستن همگی خوشحال میشن که نزدیکتر با ما بشن و خوشحال میشن که با ما هم صحبت و هم کلام باشن. در حقیقت دوست خوب مثل عطر، وقتی که به یک انسان دوست خوب داشته باشه، معمولا افراد این فرد رو دوست دارن، بیشتر این رو دوست دارن، کوشش میکنن بیشتر با این محبت بکنن، با این نزدیکی بکنن، با این پیوند برقرار بکنن. و دومین ویژگی، یک دوست خوب دوستی که صادق باشه و دروغگو نباشه، امین باشه، امانت نگادار باشه، امانت دوست خود آنطوری که شایسته هست باید او را نگهداری بکنه و رازهای دوست خود باید حفظ بکنه، رازدار باشه، شخص با احترام باشه، به دنبال عیب و به دنبال نقایز دوست خود نباشه، به دنبال از این نباشه که دوست خود پایین تر بکنه و خود بلندتر بکنه، دوستی باشه که در حقیقت همیشه دوست خود به طرف کارهای نیک دعوت بکنه. دوستای خوب معمولا دوستایی هستن که ما را از بدی ها منع میکنن و به طرف خوبی ها ما را سوق میدن، ما را امر به خوبی میکنن، ما را تشویق به خوبی میکنن. دوستای خوب دوستایی هستن که دقیقاً کوشش میکنن که هم خود از عذاب جهنم نجات بدن و هم دوست خود از عذاب جهنم نجات بدن. به جای از اینکه او را یک نصیحت بد بکنن، به جای یک فعل بد بر از یاد بدن، به جای از اینکه یک مکان بد هم را ازو برن، کوشش میکنن که همیشه او را تشویق به نیکی بکنن، دعوت به خوبی بکنن، همیشه کوشش میکنن که در جماعت ها با هم باشن، همیشه کوشش میکنن که در صحبت های دین با هم دیگر باشن. بنابراین دوستای خوب دوستایی هستن که واقعا در وقت ضرورت به فکر دوست خود هستن، در وقتی که دوست تو غم و شادی داره، در غم دوست خوشریک میشه، در شادی دوست خوشریک میشه، کوشش میکنه که همیشه از خود بگذره به نفع دوست خود، کوشش میکنه همیشه دوست بر خود ارجحیت بده و دوست بر خود همیشه بالاتر بشماره، دوست خود احترام بکنه، غیبت دوست خود پیش دیگران نکنه، مشکلاتی که دوست خود میبینه پیش هر کس بازگو نکنه. اینا همه ویژگی های یک دوست خوبه که ما میتونیم در زندگی اگر ما مهارت دوستی ره یا مهارت دوستیابی رو داشته باشیم، ما میتونیم همچین دوستایی رو پیدا بکنیم که باعث ارتقای زندگی ما باشن، باعث سعادت و خوشبختی ما باشن، نه اینکه باعث شقاوت و بدبختی ما باشن. و برعکس دوستای بد دوستایی هستن که اینا باعث شقاوت انسان میشن، باعث بدبختی انسان میشن. دوستایی هستن که همیشه به فکر اینن که کجا میتونم به دوست خود پایین بزنم، کجا میتونم که من به دوست خود به احترامی بکنم، یا باشه که من این دوست رو از راه مستقیمی که میره از این رو منحرف بکنم، این رو برم به بیراهه ببرم، این رو چگونه وارد مسائل اخلاق بد بکنم، چگونه مثلا روی مفاسد اخلاقی روی از این کار بکنم تا که این آغشته به اونا باشه. دوستای بد دوستای هستن که ما رو تشویق میکنن به کارهای ناپسند، دوستای بد کسایی هستن که ما رو تشویق میکنن به کارهایی که خلاف نرم های یک اجتماع و نرم های یک دین و یک مذهبه.
و دوستای بعد دقیقاً دوستایی هستن که کوشش میکنن همیشه به هر نحوی که شده نفع شخصی خود بر دوست خود ترجیح بدن، کوشش میکنن در پشت سر دوست همیشه غیبت میکنن و اولین فرصتی که پیدا بکنن کوشش میکنن که دوست خود تخریب بکنن، و یا اینکه به جایی که دوست خود تشویق بکنن که تو باید احترام پدر و مادر بگیری، تو باید احترام دوست خود داشته باشی، تو باید به پدر و مادر خدمت بکنی، تو باید برای معلم احترام بگذاری، کوشش میکنن که ایره نافرمان بکنن که دیگه این فرمان بردار از پدر و مادر نباشه، دیگه این فرمان بردار از معلم نباشه، دیگه این فرمان بردار از قوانین و اصول اجتماعی دیگه نباشه. بنابر این به صورت کلی ما دو نوع دوست داریم که دوست خوب و دوست بده، که هر کدام ویژگی های خاص خود داشتن. پس چه بهتره که ما مهارت دوستیابی را یاد بگیریم و این مهارت دوستیابی را در زندگی تطبیق بکنیم و کوشش بکنیم که ما همیشه دوستای را انتخاب بکنیم که دوستا باعث خوشبختی ما، باعث سعادت ما در زندگی و در آخرت باشه. ممنون شما آقای فیضی. و نکته بسیار خوبی در ابتدا اشاره کردین در بحث انواع دوستا که گفتین دوست خوب و بد، و دوست خوب مثل عطر هست. امی عطر هم بوی مختلف داره، یعنی ما تمام تلاش خود باید بکنیم که عطر خوشبو رو انتخاب بکنیم. یعنی من مطمئن هستم که در دوستی درجه بندی هست، بعضی دوستایی هستن که واقعا سر خودم فدای دوست خود میکنن، در سخت‌ترین شرایط در کنار دوست هستن. اما یک نکته که در جامعه ما وجود داره و همیشه هم مطمئنن این مسئله مطرح شده در جلسات خودمانی، این است که خود دوست بر اساس یک سری اهداف بخواهی که دوستای پیدا بکنه. حالا میتونه بحث پولداری یک شخص باشه، شخصی که پولدار باشه فرد سعی میکنه که به خودت نزدیک بکنه و دوست بساز خوده، یا به خاطر موقفی که هست، یا به خاطر در واقع جایگاهی که او در اجتماع داره یا در سطح کشور داره و عوامل و دلایل مختلفه. حالا من فکر میکنم اگر فرد با این منظر وارد این بحث بشه، خب فکر میکنم شامل هم دوستایی میشه که بر اساس یک سری غرایز شخصی و در واقع نامطلوب وارد این بحث میشه. این جایگاه شما در جامعه امروز چگونه میبینین و فکر میکنین که چقدر این مسئله رنگ داره در جامعه امروزی؟ متاسفانه در جامعه که ما و شما زندگی میکنین، یک واقعیته که ما کوشش میکنین که دوست داره بر اساس بعض از اهداف مشخص انتخاب بکنه. حالا اگه او هدف نیک باشه، خب بسیار خوب، اما اگر هدف به خاطر گفته شما به خاطر پول او فرد باشه، یا به خاطر مالی که او فرد داره باشه، یا به خاطر سوء استفاده مشخص دیگه ای که از او فرد بکنن باشه، بنابراین این دوستیایی که ما را اینا رو ما نمیتونیم دوستی بگیم در حقیقت، اینا رو میتونیم فقط ما بگیم که سوء استفاده. بله، سوء استفاده از نام دوستیه و میخوان از نام دوستی سوء استفاده بکنن تا به هدفشون به خود برسن. بنابراین در جامعه ای عام شده هسته، ولی برعکس ما داریم دوستای واقعی هم داریم. ولی اگه ما یک اشاره به دوست واقعی بکنیم برای اینکه بیننده ها بهتر بفهمن و متوجه بشن که دقیقاً دوست واقعی در زندگی کینه، ما یک مقوله از قدیم دارین، میگن که دوست باید کلکته باشه. بله. میگن دوست باید کله کلون داشته باشه. خب علی این به این مفهوم نیست که دوست واقعی باید حتما کله از کلون باشه. منظور اینه که یعنی دوست واقعی باید دوست فهمیده باشه، دوست آگاه باشه، دوستی باشه که همیشه ما رو به طرف نیکی دعوت بکنه. و دقیقاً یک مثال بدیم از دوست واقعی که تمام بتونیم واقعی از غیر واقعی رو تشخیص بدیم. یک گپ عامه که میگیم دوستا کاتگوری‌های مختلف دارن. از این مثال میتونیم ما واضح بکنیم که ما در کدام کاتگوری همراه با دوستای خوب قرار داریم. میگیم زمانی که دو تا دوست، فکر کنیم سه تا دوست در یک جا هستن، این دوستا از ناکامی همدیگر ناراحت میشن و از کامیابی همدیگر خوشحال میشن. میگیم دوست واقعی، آیا نگاه کنین که ما شامل این مثال میتونیم باشیم یا نه، بعضی دوستا هستن وقتی که دوست از اونا ناکام بشه ناراحت میشن. اگر بریم از هر کی پرسان کنین که اگر دوست تو ناکام بشه، میگه من خیلی ناراحت میشم، اما اگر دوست تو از تو بالاتر شد چی؟ یعنی در اون وقتم چیکار میکنی یا خوشحال میشی؟ ببینین اگر هر دوستی در زندگی، اگر دوست از اون ناکام شد این ناراحت شد،
و اگر دوست زیبا برعکس از او بالاتر شد و ای خوشحال شد، او دوست واقعی گفته میشه. نه ای که بعد یک گپ عام ما خوش نداریم که دوستان ما ناکام بشن، اما خوش نداریم که دوستان ما از اون بالاتر هم بشن. علی اکثر بیننده ها شاید این رو تجربه کرده باشن. نه یک دوست دارم، هر کدام ما این تجربه کردین. دوست خود خیلی دوست دارین، اما وقتی در یک صف قرار داریم اگر او ناکام شه خیلی ناراحت میشیم، ای کاش که نمیشد، خیلی ناراحت میشیم. اما اگر او از ما نمره بالاتر بگیره بیشتر ناراحت میشیم که چرا مثلا نمره بالاتر گرفت. دوست واقعی کسی که واقعا وقتی که دوست از او بالاتر میشه ناراحت نشه. هرگاه کسی خوده در ایت یک جایگاه پیدا کرد که دوست از او ناکام شد، این ناراحت شد و دوست از او بالاتر شد، موقف اجتماعی از بهترتر شد، پولداری از بیشترتر شد، نمره از بیشترتر شد و این دوست خوشحال شد، بفهمید که دوست چه واقعی میتونه باشه. اس سعادت هم در اینجا نقش خود داره. خیلی وقت ها ما اسودی میکنیم. حالا اگر این اسودی و این اسادت خب در بحث علم در واقع در افزایش علم باشه یا در مسیرهای مثبت و ارزشمند باشه خیلی خوبه. اگر باز در مسیرهای باشه که در واقع نادرست و نامطلوب هست، خب باز هم بحث میشه که دور نمیشه دوست واقعی گفت. به هر حال با توجه به صحبتهایی که شما کردین و مطمئنن بیننده های عزیز هم شنیدن، شاید حالا فکر بکنن که واقعا مهارت دوستیابی اما قسم که ما ساده فکر میکردیم و قدر هم ساده نیه، خیلی سخته. من بارها شده که در جلسات 6 تا دوست بودن که اینی دوست منه، در سختترین شرایط برادر من در کنار من عبد ولی بوده. به فکر میکنم که تعریف واقعی دوست واقعی در همین مثال صدق میکنه. آقای فیضی، حالا فرض میکنیم که یک فرد خواسته یا نخواسته دوست بعد به خان ازیف داده و بعد از این انگله نمیکنه، چون سخته دیگه وقتی که شما پیوند دوستی بسته میکنیم دیگه، خب یک کمک سخت میشه که باز شما بتونیم خود رها بکنین از این دوستی. حالا این فرد هم میخواد که به شکل خود دور نگه داره، ولی او فرد نزدیکی نکنه دیگه. حالا اگر حضوری نمیشه از طریق تماس و از طریق پیام و از طریق وسیله و هر شکلی که شما فکر میکنید، حالا از منظر روانشناسی و یا از تجربه ای که شما دارین فکر میکنید چگونه میشه که یک فرد خود از شر یک دوست در واقع خلاصه بگم نجات بده؟ ببینین، هم در روانشناسی و هم در اسلام، در دین مبین اسلام هم تاکید بر این شده که ما همیشه باید یک دعوت کننده باشیم، یک هدایتگر باشیم، کسی باشیم که دیگران را دعوت بکنیم به نیکی ها. و در روانشناسی هم بحث بر اینه که ما به جای از اینکه ما از او دوست فاصله بگیریم، بهتره که او دوست رو ما تغییر بدیم. حالا اگر ما یک دوست بد داریم، ما یک دوست داریم که حالا ویژگی هایی که او داره مناسب به حال ما نیه، ما اول باید کوشش بکنیم، تلاش بکنیم تا ثبوت کنیم ویژگی های بعد از زیر تبدیل به ویژگی های نیک بکنیم. ما کوشش کنیم عادات بعد از زیر تبدیل به عادات نیک بکنیم. باید ده ها بار و صد ها بار تلاش بکنیم تا این فرد از اون حالت نامطلوبی که داره بیرون کنیم، به یک حالت مطلوب در بیاریم. عادات های ناهنجار از زیر تبدیل به عادات های هنجار بکنیم. بنابراین وقتی ما تلاش خود میکنیم، کوشش میکنیم، اگر نتونستین، یعنی دیگه بعد از صدها بار تلاش نشد که ما این دوست در تبدیل به یک دوست نیک بکنیم، مجبوریم که فاصله بگیریم. برای فاصله گرفتن از این دوستای روش های مختلف داره، از این قبیل قطع ارتباط یا فاصله گرفتن از او فرد، جواب ندادن مثلا تلفن، یا چند بار که این کار رو بکنیم بالاخره او خسته میشه و مجبور میشه که ما رو رها بکنه. ولی بهترین کار اینه که ما همیشه کوشش بکنیم که ما اما عادات بعد دوستای خود تبدیل به عادات نیک بکنیم، دوستای بعد تبدیل به دوستای نیک بکنیم. و این وظیفه هر شهروند، وظیفه هر فرد در اجتماع همینه که ما نباید خوبی ها همه از خود ما باشه، نباید ما خود ما خوب باشیم، ما باید کوشش بکنیم که دیگران هم خوب بکنیم. ما باید هر کدام ما فرد باشیم که افرادی که در اطراف ما هستن عادات بعد رو تبدیل به عادات نیک بکنیم و اونا رو کوشش بکنیم تغییر بدیم. اگر هر کدوم همین ذهنیت داشته باشیم که ما بتونیم افرادی که در اطراف ما هستن ما اونا رو تبدیل به افراد خوب بکنیم، بنابر این میتونه که یک نقش سازنده در زندگی داشته باشه و جامعه رو متحول میکنه. بنابر این جامعه میتونه کاملا پر از دوستای نیک باشه، نه دوستای بد.
سپاس به نکته بسیار خوب اشاره کردین. هرچند که پرسش ما ظاهرا شاید از بحث دور باشه، اما بی ربط نیست، چون هرچی که ما روی مسائل مثبت فکر بکنیم طبیعتاً که نتایج بسیار خوب داره. خیلی وقتا شده که از کسی پرسان کردین که بهترین دوست تو کینه، گفته کتاب. خیلی وقتا یه اتفاق افتاده. حالا فکر میکنین که خود همین مطالعه چقدر سر رشد افکار انسان نقش داره و از طرف هم چقدر انسان قادر میکنه که از طریق مطالعه بتونه یک دوست خوب پیدا بکنه؟ ممنون. در حقیقت ما به صورت کلی اگر نگاه بکنیم، دوست رو تقسیم بکنیم، ما دوست رو به دو بخش تقسیم میکنیم: دوستای ناطق و غیر ناطق. بله. دوستای ناطق مثل انسان ها، غیر ناطق مثل کتاب، مثل حیوانات. ما دیده باشیم در زندگی بعض وقتا افرادی هستن که یک حیوان رو به دوستی میگیرن، میگن همی دوست منه، همیشه همراه منه، یک پرنده یا یک خزنده یا یک درنده یا حتی یک حیوان اهلی ره کوشش میکنن تربیت بکنن و بعد از او با او باشن و این میگن کلا دوستم هست. یا ای که ما میگیم بعض وقتا کتاب بهترین دوسته، کاملا کتاب بهترین دوسته، اما هیچ وقت کتاب نمیتونه جای دوست واقعی رو بگیره. به خاطر ما دوست یک دوستی یک مهارت اجتماعیه. یعنی ما دوست میشیم، ما مهارت دوستیابی رو میخوایم یاد بگیریم تا که به اجتماع نزدیکتر بشیم، با افراد جامعه نزدیکتر بشیم. بنابراین اگه ما همیشه کتاب رو من حیث دوست انتخاب بکنیم که دوستم کاملا همینه، من دیگه دوست نمیخوام، بنابراین ما یک فرد میشیم که از اجتماع ما به دور میشیم. ما کتاب میتونه بهترین دوست باشه به پهلوی دوستای دیگه ما، به پهلوی دوستای انسانی که ما داریم، به پهلوی افرادی که در اطراف ما هستن، ما با اونا دوست هستیم. کتاب میتونه بهترین و بیشترین نقش رو بازی بکنه تا که ما را آگاه بکنه، ما بتونیم با دوستا خوب بهتر دوستی بکنیم. کتاب میتونه برای ما دوستیابی رو یاد بده، کتاب میتونه برای ما صبر و تحمل رو یاد بده، کتاب مهارت های ما رو، علمیت ما رو، دانش ما رو بالا میبره و هر قدر که علمیت و دانش بالا رفت، بنابراین ما درک بهترتر میتونیم از دوست داشته باشیم. پس کتاب بهترین دوست در پهلوی دوستای انسانی ما میتونن باشن، ولی هیچ وقت نمیتونه کتاب به تنهایی بهترین دوست باشه. ما یک بیماری داریم در بحث روانی که ما افسردگی رو میگن. اگه یک فرد همیشه با یک کتاب تنها در یک گوشه شیشته باشه، بخونه بخونه بخونه، از اجتماع به دور میشه، این فرد کم کم رو به طرف افسردگی میره دیگه. و ما نیاز مبرم داریم که در اجتماع ادغام بشیم. ما نیاز مبرم داریم که با اجتماع ما یک جا باشیم و با افراد جامعه ارتباط داشته باشیم. آله همین ارتباطات میتونه انسان رو بسازه. بنابراین کتاب بهترین دوسته در پهلوی دوستای دیگه ما، ولی به تنهایی یک حیوان، یک کتاب، یک پرنده نمیتونه دوست، تنها دوست فرد باشه. و اگر باشه، بنابراین فرد دچار بیماری های روانی میکنه. و در اخیر اگر پیامی دارین و گفتنی دارین از شما میشنه. مهارت دوستیابی از جمله مهارت‌های خیلی مهمه. توصیه ما اینه که هر فرد جامعه باید یاد بگیره چگونه دوست انتخاب بکنه. برای اینکه ما بتونیم دوستای بهتر انتخاب بکنیم، پدر و مادر بهترین کسایی هستن که ما رو در این عرصه میتونن کمک بکنن. پدر و مادر بعد اولاد خود تنها نگذاره. بهترین دوست اولاد باید پدر و مادر باشه. یعنی باید تمام رازداری یک طفل در نزد پدر و مادر باید باشه. طفل هر زمانی که پدر و مادر من حیث یک الگو یا به تمام معنا و من حیث یک رفیق و دوست واقعی انتخاب کرد، بنابراین در انتخابات بعدی که از جامعه میخواد دوست انتخاب بکنه، او به اشتباه نمیشه. پدر و مادرهایی که از فرزند خود فاصله میگیرن، به دنبال تجارت و کاربار آنقدر مصروف میشن، آنقدر مشغول میشن و اولاد خود فراموش کردن، بنابراین این اولاد از زیاد که هسته، خب چون ای با پدر و مادر دوست نشده، این میره دوستدار انتخاب میکنه که معمولا به نقص ازی هستن. و او وقت پدر و مادر پشیمان میشن که چرا چنین دوستدار انتخاب کرده. خب شما کی بتونستین با این طفل دوستی کردین؟ شما کی دوست ازی بودین؟ کی شما وقت خود گذاشتین برای از طفل و همراه ازی بودین؟ شما رازدار از طفل نین. پس پدر مادرها برای ازی که بتونن اولاد خود کسایی رو تربیت بکنن که با مهارت بالای دوستیابی باشن و دوستای خوب در زندگی انتخاب بکنن، بعد کوشش بکنن که در ابتدا خودنا دوستای خیلی خوب برای فرزندا خوب باشن و در ثانی بعد از او دوست میتونه که دوستای بهتر انتخاب بکنه. و به صورت خلاصه اگر نگاه بکنین،
بر دوست میگیم که گفته همین شاعر رو ما میگین و بحث رو ختم میکنین که شاعر میگه دلا یاران سه قسمت گر بدانید، زبانی اند و نانی اند و جانی. به نانی نان بده از دل برانش، حذر کن از رفیقای زبانی. ولیکن یار جانی را نگه دار، به پایش جان بده تا میتوانی. بنابراین دوست زبانی و نانی و دوست جانی، دوست جانی را نگه داریم و پایش جان بده تا میتوانی. ممنون شما آقای فیضی از اینکه به برنامه تشریف آوردین. انشالله که همیشه موفق و معید باشه. سلامت باشین. و سپاس از شما خوبان و همراهان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه هستین. امان گونه که طرف ساعت استودیو نگاه میکنیم، وقت برنامه هم رو به اتمام هست. ناگزیر هستیم که از حضور گرم و سبز شما عزیزان خداحافظی بکنیم. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و دیدار بعد، خداوند یار و نگهدار.